رادیو زمانه. مدتی است قانون مهاجرت و دریافت پناهندگی در هلند زیر ذره‌بین سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته. این موضوع زمانی اوج گرفت که تعدادی از پناهجویان کشورهای آفریقایی جواب رد دریافت کردند و در شرایط بلا تکلیف قرار گرفتند. آنها نمی‌توانستند به کشور خود برگردند و نه اجازه اقامت در هلند داشتند و به طور غیرقانونی وارد جامعه هلند شدند. اینجا یکی از محل‌هایی است که این مهاجران به طور غیرقانونی و با کمک‌های داوطلبان زندگی می‌کنند. Actually we don't have a light in this building and we spend like in a dark and we sleep on the floor because we don't have a mattress on these things, but actually it's better than nothing. It's better than outside cold, and when it's raining then you have a little bit a roof upon you, then just can get there and just get yourself dry. So I think this building at least is better than outside. اعتراض سازمان‌های حقوق بشر به وضعیت این مهاجران و همچنین درخواست پارلمان اروپا باعث شد که هلند درباره قانون مهاجرت خود بازنگری کند. مسئله که الان تو سیاست هلند در مورد صحبت میشه اینه که فقط چون همون قضاوتخانه اروپا گفته فقط ببینن که اشخاصی که مثلا الان تو هلند هستن، مثلا اشخاصی از عراق یا افغانستان که مثلا نمیتونن الان مثلا برگردن برن کشورشون، فقط میخواین ببینن که بینا بهش میگن بد بات بروت، یعنی مثلا بهشون فقط قضا بدن و که مثلا زنده باشن، یا مثلا یه سقف رو سرشون باشه که مثلا توش میگن سرما و بارون بیرون نبودن، فقط واقعا همینه، بهش میگن باسن علی اوفان. We don't have like a right to do it, so we are not allowed to get educated, not allowed to go to the hospital if you are like a sick. If you want to see your family, you want to go around, you cannot do anything. So you are stuck in the middle. You cannot go back to your country. You cannot stay here. And I think BBB is not a solution, really. Night shelter is not a solution. بیشتر مهاجرانی که در این بنای در حال تخریب به سر میبرند معتقدند که آنها باید حق کار و اقامت قانونی داشته باشند. آنها میگویند نان و سرپناه را خودمون نیز میتونیم فراهم کنیم. اکنون حدود 2 ماه هست که این پناهجویان با کمک‌های مردم محلی سر می‌کنند. علی یکی از ساکنان هلند است که همراه پسر خود به طور داوطلبانه برای آنها مقدار غذا و لباس آورده است. من خودم پناهنده بودم در اینجا و این مدت رو دیدم که با پناهنده چطور برخورد می‌کنند اینا، و من از سایتی که دوستان متوجه شدم که اینا احتیاج به کمک دارن، ایلخارشون کردن. و چون من پناهنده بودم میدونم ایلخار یعنی چی، در خاطر من امروز بهشون کمکی بکنم. من خیلی مسئله خیلی دیدم در هلند، مدتی که من خودم مدت 8 سال در کم زندگی میکردم و ایلخاری رو دیدم دیگه، دیدم که این پناهنده ها چطوری باشون برخورد میشد، کم بیرونشون میکنن و تو خیابون تو استراد بد بمونن اینا، و این خیلی فاجعه دردناکیه واسه من. از دو زمینه باید به این مسئله نگاه کنیم، یکی این که به قانون خود هلند و یکم قانون حقوق بشری اروپا و بین المللیه. قانون هلند نوشته که مثلا اگه مثلا اشخاصی پناهنده اینجا درخواستشون رد شد قانونی میتونن بمونن. قانون میگه که خب اینا هم دیگه اجازه ندارن که مثلا جوابشون بدیم، یا مثلا بهش میگن اوفان از قضا و نمیدونم خونه اینا دیگه حق نه حق مثلا همچین حقی ندارن، بعد از کشور برن بیرون. ولی اینی که دادگستری اروپا گفته که نه این نمیشه چون این مخالف حقوق بین‌المللی بشره، و اینی که بالاخره هلند باید به این اشخاص احترام بذاره و به حقشون، و به اینا باید بالاخره امکاناتی بده که بالاخره به عنوان آدم بتونن زندگی کنن. I came here is because I ran away from a group of terrorists in my country called Al-Shabaab, who force young girls to get married and recruit you to be their wives and their soldiers. That's why I ran away. طبق قوانین اروپا مهمترین نکته اینه دادن این امکانات به اینها نباید مشروط به هیچ شرط دیگری باشه، یعنی اینها نباید بگم من به تو نون میدم به شرط اینکه تو همکاری کنی با دولت و برگردی به کشور خودت.
ولی دولت هلند این رو اجرا میکنه. یعنی هدف دولت هلند اینه که کسانی که برای بازگشت خودشون همکاری نمی کنند از این حق برخوردار نخواهند شد، در حالی که این هم طبق به اصطلاح مصوبات اروپا در حقیقت نقض حقوق بشر این حرف هاست، نقض مینیموم حقوق انسانی این آدم هاست. تمام بحث مجلس رو دنبال می کنم، راست و راست افراطی در هلند اونقدر رشد کرده که دولت جرأت نمی کنه بگه که مثلا ما این سه حق رو بدون هیچ شرطی به همه انسان هایی که تو این کشور هستن میدیم. و این واقعیت برای سلامت جامعه هم بی‌نهایت مهمه. شما وقتی انسان رو از تمام حقوق انسانی محروم میکنید، همه میدونند که این آدم به زبان دیگر برای حق حیات حق داره هر کاری دلش خواست بکنه، یعنی اون قوانین جامعه رو نقض خواهد کرد و تو جامعه مشکلات زیاد خواهد شد. به همه این دلایل هلند الان از طرف نماینده سازمان ملل به شدت مورد انتقاد واقع شده و حتی اونها گفتن ما نمیفهمیم چرا مثلا چند تا از این دفترها و مؤسسات و نهادهای حقوق بین المللی چرا در هلند هست، چون که هلند خودش حقوق بیگانگان را اینچنین شدید نقض میکنه. حلیم حسن عبدال پناهجوی سودانی در هلند میگوید تروریست ها به روستای محل زندگی او حمله کردند و دو فرزندش را کشتند. او با سه فرزند دیگرش فرار کرد، اما وقتی در بیمارستان بستری شد آنها را گم کرد و حالا نمیداند که آنها کجا و با کی هستند. او 9 سال است که در هلند منتظر دریافتی پناهندگی است. دولت هلند اول اینو به طور کامل در زمان صد سکرتاریس قبلی معاون وزیر دادگستری رد کرد، گفت ما این کار رو نمی کنیم. بعد که دید این تصویب شده و اعتراضات جهانی زیاد علیه هلند، گفت ما این رو عملی می کنیم. این قول رو دادند، ولی الان مثلا میگم در شهر دنهاخ اینجا هزاران پناهجوی غیر قانونی هست که هیچ کدومشون نمیدونن به کجا مراجعه کنند این حق رو دریافت کنند، این حقی رو که میگن اینها دارند. بنابراین اینها میگن هر شهری خودش باید مکانیسم خودش رو درست کنه. یه قولی اینها دادند و هنوز این شکل نهایی به خودش نگرفته که و ما بدونیم چگونه خواهد بود، چگونه اجرا خواهد شد این قانون. مثلا تو هر شهری غیر قانونی ها به کجا، بی مدرک ها به کجا باید مراجعه کنند و چگونه از اینها استقبال خواهد شد. We get food and this food come from volunteers and good Samaritan people who come and donate, you know, for us foods and clothes and, you know, shoes and sometimes even money, and that's how we live by. But other than that, we have nothing else. We cannot, you know, help ourselves by earning income because we are not allowed to work. ادیت فاندون یکی از ساکنان آمستردام مدام در حال کمک رسانی به این مهاجران است. It's not always easy to help them, but it gives me power in my life, and that it's wonderful. They are nice young people, the most are also old people, and they are also nice. And I'm called mother, Mama Edith. But I'm there for them. And when they need a car, I can drive a car. I can drive them to the hospital or a doctor, or and they have to go to bring stuff. Yes. Baggage from the one place to the other. I'm driving and bring the food what is over in the place. I bring it in my house till they have a new place, and then the food is again for them. That's my way of helping. شهرداری آمستردام اعلام کرده که این بنا تا آخر ماه می در اختیار این پناهجویان بی سرپناه است و بعد از آن باید دنبالی پیدا کردنی بنای متروکه‌ای دیگری باشند.
Yeah.